چی کار دارین؟ پول مال یه غریبه است. آقا با شما هم هستم. میشنوید؟ بله حواسم هست. آره. ولی یهو شاهد از غیب رسید گفت نه، اینام یه شهروندن، اینام زحمت کشیدن، برای این پول زحمت کشیدین دیگه، درسته؟ آها آقا، یه چیزی که در دزدی، مثلا هنگام دزدی خیلی مهمه که بهش توجه کنین، اینه که نباید از دزد بترسین. حالا از چی میفهمه ترسیدین؟ از چشاتون. باید قشنگ تو چشاشو نگاه کنی. یعنی مثلا آقا دزد مثلا بیا ساعت صاف نگه دارم. آقا نکن آقا، برو پایین. سه مرتبه گفتم برو پایین، باز اومدی بالا. بشین رو صندلی آقا صحبت کن. باشه. آره، یعنی اگه تو چشات بفهمه که ترسیدی باختی، نباید بترسی. خلاصه ما رفتیم و آقا چه آدم سب داره من میخورم. هیچ، به هر حال دیگه دزدا کیفو گذاشتن، ما هم بریم به کار زندگیمون برسیم دیگه. کیفو گذاشتن و رفتن و ما هم... خب یه چیزی بده من چیکار کنم؟ شما مثل که آدم ساشتی بیار. چرا؟ شما هم آدم ساشتی دیگه، اونم لطف کن بذاریم. به هر حال بعد شما به یه زبونی ازشون تشکر کنید. بله. حتما زمانی جون. بنده به عنوان شیرینی هر چقدر که بفرمایی تقدیم میکنه. دستون درد نکنه. اینجور شیرینی ها آخه مزهش به اینه که ببخشید قربان، ما دیگه اجازه بدین از حضورتون مرخص بشیم. خواهش میکنم. آقای محترم، ما این کار نکردیم که از شما شیرینی بگیریم. ببخشید معذرتش میخوام. از این چیزاست. 30-40 تومنی گوشیش به درد نخور. مادر 4 تا فرزند هستم. بله. شبا ترشی درست میکنن، روزا میفروشن با بچه ها شبا برای امرار معاش. سخته دیگه، برای زندگی جالب اینه. ماشین همیشه خراب، درب و داغون، پنچر همیشه دستا کثیف. خب حالا پولا کامله؟ خب معلومه که کامله، یعنی مادر عیال ما دزده. میخواین تا خودشون اصلا یه شمارش بکنی؟ خب بابا چیکار کنم؟ منو نگاه کن. خب برو بشمور دیگه. آقا یه دونه دیگه از این دست کنه. خب چقدر بدم؟ آها نه دیگه باشه. حالا نه هر چقدر کرمتونه یه چیزی بنویسیم دیگه. خب آقا حسابی گند زدیم به میزه. مادر جان من تا یه رو به دیگه میام خونه. باشه ماما جان، فقط آقای اسدی میگن هزار جا کار دارن، بالاخره کی میخوان بیای؟ یعنی چی؟ صبح تا شب گوشه بونگا الاف گرفته نشسته به ما که میرسه کار داره. راست میگن دیگه آقای اسدی، مامانم میگه صبح تا شب الاف به ما که میرسه. میگن یه رو دیگه میام. اونه نگاه.